اصلا لازم نبود شما این همه راه بری تا عیسی وجودش رو نمیدونم، خوب بودنش رو نمیدونم، حالا پیغمبر بودنش رو، حالا نمیدونم هر چیزی که میخوای، اصلا لازم نبود این همه راه بری اینو ثابت بکنی. همون جملات خودش کافی بود. مشک آن است که ببوید نه آن که عطار بگوید. همون جملات خودش عالی بود. هرچی اینا نوشتن اومدن اونو خرابترش کردن، انگار ویژه ای رو فرستادی خواستگاری. اومده یه چیزهایی داره اصلا من نمیدونم والله. بعد از این شفای دو نابینا و یک لال، صفحه 903، همون متا 9:27، 27 بله. وقتی عیسی از خانه آن دختر بیرون آمد، دو مرد نابینا به دنبال او افتاده فریاد می زدند: ای پسر داوود، ای پسر داوود پادشاه، به ما رحم کن. آنان با عیسی وارد خانه ای شدند که در آن زندگی می کرد. عیسی از ایشان پرسید: آیا ایمان دارید که می توانم چشمان شما را باز کنم؟ گفتند: بلی آقا، ایمان داریم. پس او دست بر چشمان ایشان گذاشت و گفت: چون ایمان دارید پس شفا بیابید. ناگهان چشمان ایشان باز شد و توانستند ببینند. عیسی با تأکید به ایشان فرمود تا در این مورد به کسی چیزی نگویند. خب مرد حسابی، رفتی جلوی این همه آدم مرده رو زنده کردی، دیگه چی به کسی بکی نگیم یعنی چی؟ یه معلمی داشتیم بچه گیا، این خیلی آدم نمیگم حالا ترسوی بود یا نمیدونم حالا چه شخصیتی داشت، ولی هر حرفی که میزد میگفت پیش خودت بمونه. خیلی دوست داشت که سری باشه هر حرفی، حالا حرفش هم چیزی نبود، مثلا دیروز بارون اومد، ولی میگفت بین خودمون باشه، دیروز یه بارونی اومد و منطقه نمیم چی. بعد یه روز داشت صحبت میگه، میگه پیش خودمون بمونه. حقوق معلم ها رو میگن زیاد کردن، به کسی نگی. من بابا اینو روزنامه زده، چی به کسی نگی یعنی چی؟ روزنامه زده که حقوق و مزایای معلمین در سراسر کشور نمیدونم اینقدر افزایش یافت. پیش خودت باشی یعنی چی؟ تو جمع رفتی مرده شفا دادی، مرده رو زنده کردی، این همه خوک بدبخت رو انداختی توی دریاچه. من نمیگم این کرده ها، اینایی که نوشتن این کارو کردن، این آیون وی جی ها، اینا این کارو کردن. خب این همه خوک کشتی، چوپان فراری شده رفته تو محل گفته آقا یه نفر اومده اینجا خوک میکشه، نمیدونم اهریمن میگیره، پلیدی رو میگیره، رفتی اونجا یه زنی که 12 سال خونریزی داده داشته شفاش دادی. خب این همه تو مسیر اتفاق افتاده، صاحب اون خانقاه باهات بوده، اون آدم پدر همین دختری که مرده بود، رفته خونه، اون داخل اون خونه مردم مصیبت گرفته بودن، نوه خان بود و همسایه ها نشستن، فامیل ها نشستن دارن گریه میکنن سر این جنازه. اومدی بیرون رفتی این همه این کارها رو کردی، همه دیدن، بعد به کسی چیزی نگو یعنی چی؟ وقتی از آنجا خارج می شدن، عیسی با مردی روبرو شد که به خاطر روح ناپاکی که در او بود نمی توانست تکلم کند. پس عیسی آن روح ناپاک را از او اخراج کرد و زبان او فوراً باز شد. همه مردم غرق حیرت شدند و گفتند هرگز چون این چیزی ندیده بودیم. خب همه مردم بودن، به کسی چیزی نبی یعنی چی؟ خودت نوشته همه مردم اونجا بودن. اما روحانیون گفتند او به این دلیل می تواند روح ناپاک را از وجود مردم بیرون کند که رئیس ارواح ناپاک یعنی شیطان در وجود اوست. حالا اینا دیگه جربحث های زرگریه، اینا این حرف های بحث های بعدی زرگری ما رو به جایی نمیرسونه، ولی اصل کلام اینه، اینجوریه. شما قبول داری آقا اگر مردهی در محله شما زنده شد لطفا به من بگو. چند روز پیش من رو اینترنت دیدم یه مرده زنده شد، نمیدونم چی کجا بود، کمدی بود البته، ولی مرده رو از قبر پا شد و فرار کرد رفت.
بعد ارزم بزرگ شما میریم همین متی 12:22 تهمت ناروا به عیسی. سپس دیوانه ای را نزد عیسی آوردند که هم کور بود و هم لال، هم دیوانه بوده هم کور بوده هم لال بوده. این علم پزشکی این آقایونه. این آقا فکر میکنه یکی کوره ارواح خبیثه در اینه، وقتی یکی لاله، وقتی یکی دیوانه است، ناراحتی فکری داره. این فکر تصور اینها این بود، دانش اینها این بود که روح پلید در وجود این آدم هست و این لاله. و عیسی میاد این روح پلید رو از بدن اینا خارج میکنه و لال حرف میزنه. این همه علم پزشکی هیچ. و جالب اینه که امروز هم همینو ادامه میدن، میگن یه رشتی، ناراحت نشین رشتی، من خودم کلنگم اونجا زدن دیگه. عرض کنم خدمت شما، میگن یه رشتی تو خیابون خورد زمین، بعد برای اینکه سه نشه سینه خیز رفت تا خونه. و اینم همین اول کن دیگه، حالا یه سالی اشتباهی کردی، یه چیزی گفتی اونجا، بگو من اشتباه کردم، غلط کردم، اینو خدا نگفته من خودم نوشتم. خب امروز هم تو کلیسا همینو دارن درس میدن، همینو دارن میگن، تو باید باور کنی، باید ایمان بیاری که این درسته. من این چند روز پیش داشتم از این بغل کلیسا اینجا هست رد میشدم، یه مراسمی بود، بعد یه مراسمی که همین مراسم روز چی بود، روز اعدام عیسی که به صلیب کشیدن و اینا، جمعه. دیدم آقا این مردم با ماشین‌های عالی، خیلی ماشین‌های گرون قیمت ها، واقعا گرون قیمت، میان اونجا پارک میکنن میرن کلیسا. یک عیسی را بستن به چوب و صلیب و اون گوشه است و اینا، یا آتش هم روشن کردن بیرون کلیسا و نمیدونم یه مراسمی داشتن، حالا چی بود دیگه من نرفتم جب. آقا این افراد رو نگاه میکردی، شیک، پولدار و معلوم بود که سرشون به تنشون میارزه. بعد داشتم فکر میکردم خب این آدمی که اینقدر پول داره، این کله اقتصادی داره دیگه، حداقل اقتصاد رو داره که این ماشین زیر پاشه، این کت و شلوار نمیدونم چند صد یورویی تنشه. خب چجوریه که این آدم ها میان مثلا در اقتصاد اینجوری موفقن، در کارهای دیگه اینجوری موفقن، ولی چرا این دین که میرسه نمیفهمن، هیچی نمیفهمن، نمیدونم چرا. یه رفیقی داشتیم، اینم بگم دیگه نمیگم رفیقی داشتیم اینا، این زمان جنگ رفته بود جبهه، سرباز بود بدبخت، بعد موجی شد، این ارواح خبیثه رفته بودن تو بدن اون، به تعبیر این میشه گفت ارواح خبیثه، موجی شده بود، موجی نگرفته بود، بعد برگشته بود اومده بود خونه شمال. والله چی بگم، یادش بخیر. میپرسید، سوال هر روزش این بود تو جمع، میگفت که تو میدونی که مار قورباغه رو میگیره کجاشو میگیره؟ میگفت چی بگم کجاشو میگیره، کلهشو میگیره دیگه، مار کله قورباغه رو میگیره قورتش میده کم کم. میگفت نه غلطه. او چیکار میکنه؟ میگفت که مار قورباغه رو میگیره کونشو میگیره فشار میده عقل و فلج میکنه بعد میخوره. بعد این دیگه هر روز داستانش این بود، میومد میگفت ارواح خبیثه رفته بود در وجود این آقا. حالا این دین یه جا رو میگیره یه جا رو فلج میکنه، کجا رو میگیره کجا رو فلج میکنه خودتون برید بگردید دیگه. ولی چرا این آدم مثلا در اقتصاد خیلی پیشرفته است، کار کرده دیگه بالاخره پول داره، ولی چرا این قسمت رو نمیفهمه؟